مراقبت‌های پزشکی برای پناهندگان در هامبورگ. از نظر قانونی هر شخصی در آلمان دارای مراقبت‌های پزشکی است، همچنین پناهندگانی که به آلمان آمدند. در بخش 146 که در قانون مزایای پناهجویان آمده می توانند استفاده کنند. یعنی کسانی که ویزیت دکتر را نمی توانند بپردازند از طریق دولت پشتیبانی می شوند. در کلیپ بعدی شرح داده می شود که پناهندگان در هامبورگ در کجا و به چه حدی مراقبت های پزشکی شاملشان می شود و چی را باید در نظر بگیرند. رسما از ژانویه 2016 بیشتر از 20,000 پناهنده به آلمان آمدند و در است آف نام انخیشتونگ زندگی می کنند. برای آنکه کمک های پزشکی مطمئنن حاصل شود، در همانجا مطب‌هایی گذاشتند که همه خانم‌ها، آقایان و بچه‌ها در همانجا به دکتر بروند. در این مطب‌ها به پناهندگان کمک می‌شود بدون توجه به درجه پناهیشان و بدون پرداخت ویزیت. دکتر مصطفی فهیمی که در است آف نامه انریشتونگ ویلهمزبورگ کار می‌کنند، همراهی می‌کنیم. بیشتر مریض‌ها از سوریه و یا از افغانستان هستند و در اینجا لیست هست که بیمار اسمش را بنویسد. دربانی که در اینجا هست لیست را می‌گذارد که هر کس با کارت شناسایی ثبت نام کند. در آلمان معمول هست که قبلا تلفنی و یا در مطب دکتر وقت ملاقات بگیرند. بیمار باید در اتاق انتظار بنشیند تا صدایش کنند. اینجا اتاق دکتر است. در اینجا معمولاً کمک دکتر و یا پرستار میشینند. در این دو صندلی یکی مریض و دیگری مترجم اگر بیمار احتیاج داشته باشد. و در این دو چهارپایه دکتر و کمک دکتر میشینند. در وقت بیماری دکتر کمپ اولین دکتری هست که باید پیشش رفت. بیشتر با گلو درد، سرفه خلطدار و یا ناراحتی معده که از قبل داشتند و یا البته از استرس زیاد تازه گرفتند. خیلی هایشان دندانهای خوبی ندارند، یعنی با دندان درد می آیند. وگرنه بیشتر مخصوصاً مسن‌ها برای کنترل فشار خون و کنترل قند خونشان میان. برای اینکه دکتر فوری کمک کند، خیلی مهم هست که بیمار بتواند نشان بدهد و بگوید کجا و چه ناراحتی دارد. اگر در است آف نام پراکسیس به مترجم احتیاج باشد، مترجم آورده می شود. تحقیقاتی که درباره بیمار دریافت شده، در یک فایل نوشته می شود که اگر بیمار قرار شد پیش دکتر متخصص برود، آن فایل را با خود ببرد. کارت شناسایی را باید همیشه با خودشان داشته باشند که دیده بشود چه بیمه‌ای دارند و بعد می توانیم فایلشان را از اینجا پیدا کنیم و اگر نامه ای از طرف دکتر و یا بیمارستان دارند با خودشان بیاورند. پس مهم این هست که بیمار مدارک پزشکیش را نگه دارد و با خود بیاورد، مثل گواهی واکسن، موترپاس، فایل بیماری و یا عکس اشعه ایکس. در این کمد تمام داروهای ضروری و مواد تکمیلی قرار گرفته. یعنی اگر کسی تب دارد، همینجا دکتر دوا می‌دهد. ولی بیماری‌های کرونیک مثل ناراحتی قلب و یا دیابتیک باید قبلاً دوایشان سفارش داده شود. به همین دلیل مهم هست که به موقع به دکتر بروند، برای اینکه می‌تواند تا یک هفته طول بکشد تا دوایشان برسد. وقتی بیمار با مریضی حاد و سختی بیاید که به بیمارستان باید برود، آن وقت آن را با فرم پذیرش و یا گواهی درمانی 24 ساعته به بیمارستان منتقل می‌کنند. یعنی در وقت اوژانس بیمار را مستقیم به بیمارستان میبرند و ازشان مراقبت میکنند. اما در صورتی که بیمار به درمان بیشتر یعنی دکتر متخصص احتیاج داشته باشد، از مراقبت های اولیه خارج است. باید اول ورقه اجازه بگیرد و بعد دولت مخارج را میدهد.
در واقع در هامبورگ به پناهندگان کارت ایگکا داده می شود که به جای گنیمیگونگ پروسس است. اما ماها طول خواهد کشید تا اینکه کارت تحویل دهند. تا آن زمان برای رفتن به دکتر متخصص اجازه لازم است. برای مثال وقتی بیمار هنوز کارت ایگکا را دریافت نکرده است و به دکتر متخصص می خواهد برود، اول از دکتر کمپ ورقه اجازه را باید بگیرد، بعد با آن مدیر اجتماعی برایش وقت می گیرد. بسته به ضروری بودن مریضی بیمار است، می تواند هفته ها یا ماه ها طول بکشد تا وقت بدهند. و در آخر بیمار گواهی درمانی 24 ساعته می گیرد که در آن نوشته شده هزینه دکتر پرداخت شده است. با آن گواهی می تواند برود به دکتر متخصص. برای اینکه این مراحل را همیشه طی نکنند، کارت ایگکا را می دهند که با آن دکتر کمپ می تواند بیمار را مستقیم به دکتر متخصص بفرستند. مزیت دیگرش این است که بیمار خودش می تواند دکتر متخصص را انتخاب کند و دیگر آنکه می تواند با نسخه دکتر از داروخانه دوا بگیرد. آیا هر کس کارت بهداشتی را دریافت می کند و چه جوری؟ برای آن که بتوانیم جواب سوال را بدهیم، دکتر نیسن، رئیس گزوندهایتسامت آلتونا می آیند دیدن ما. پناهندگانی کارت اکاگه را می گیرند که پناهندگیشان در هامبورگ قبول شده است. ولی اگر قرار است به شهر دیگری در آلمان بروند، این کارت بهشان داده نمی شود. بعد از رسیدن به هامبورگ مدت 4 تا 5 ماه طول می کشد تا کارت بهداشتی را بگیرد. یعنی وقتی پناهنده در هامبورگ درخواست پناهندگی بکند و به قانون کونیگستاین شلسل اجازه داشته باشد بماند، آن وقت از طرف زوتسیال بهورده اتوماتیکلی برایش کارت بهداشتی سفارش داده می شود. پس از این در سیستم بهداشتی آلمان ثبت می شود. با کارت بهداشتی خیلی راحت تر می شود بیمه بهداشتی را استفاده کرد. برای اینکه بیمار تا وقتی که کارت ندارد بتواند به دکتر برود، برایشان این شرط خاص را در ارست آفنامه انریشتونگ گذاشته اند که هر پناهنده که آنجا می آید بتواند مراقبت های پزشکی را انجام بدهد. و چرا باید برای کارت بیمه اینقدر تلاش کرد؟ برای اینکه در آلمان دامنه مراقبت های پزشکی به وضعیت بیمه شخص وابسته است. تمام شهروندان آلمان بیمه اجباری دارند و ماهیانه به بیمه درمانی سهم خود را می پردازند. از این طریق لازم نیست به دکتر ویزیت را بپردازند. هر شخصی که سهم بیمه درمانی را نتواند بپردازد، از طریق دولت به او کمک می شود. دولت کسانی که نیازمند باشند مراقبت های پزشکیشان را تضمین می کنند، حداقل تا جایی که سالم بمانند. در صورت نیاز بر ایشان قانون ویژه معتبر می شود. در موقع اورژانس به هر شخصی کاملا کمک می شود، یعنی با کارت بیمه و یا بدون آن، با اقامت و یا بدون آن. در وقت نفس تنگی، سرگیجه، درد قفسه سینه و یا شکم درد، زخمی شدن، زخم باز و یا درد شدید به او رسیدگی لازم را می کنند، چه در بیمارستان و یا در مطب دکتر.